بعضی وقتا ته نگاه پدر مادرها یه چیزی هست که نشون میده نگران یا شرمنده. نگاه بابا ولی من این روزا از همون نگاه هست. کاش بزرگتر بودم که به هم میگفت تو دلش چه خبره. نگرانشم. خیلی دوست دارم بدونم جریان چیه. عاشقانه نوشته؟ بله. مگه دستم بهش نرسه؟ مگه دختر برای پسر سیمین محترم کمه که از یه زن بیوه بچه دار خواستگاری کرده؟ اینجا رو گوشیش خاموشه. شماره اون دختره رو به من بده. با اون چی کار داری؟ من با اون چی کار دارم؟ اون با پسر من چی کار داره؟ اون با بهمن کاری نداره. بهمن عاشقش شده. ساده ای. من اینا رو میشناسم. معلوم نیست چقدر دلبری کرده و زیر پای پسر من نشسته و عشوه اومده که مغزش تابیده. وگرنه بهمن من کسیه که از نازنین سرور خواستگاری کنه. حالا شما اینقدر هرس نخوری. هرس نخورم؟ مسخره خاصام شدیم هرس نخورم؟ پسر دست گلم از راه به در کرده تو میگی هرس نخورم؟ به هر حال اگر بهمن عاشق اون شده باشه با داد و بیداد کاری درست نمیشه. اگه اون دخترم زیر پای بهمن نشسته باشه بازم با داد و بیداد کاری درست نمیشه. ای پس شما میگی دست بذارم رو دستم پسر دست گلمو ورداری ببره؟ شما صبر کنین من میدونم چیکار کنم. سرکار خانم نازنین سرود، سراغی از من نمیگیری گل نازم؟ نمیشناسی صدای کهنه سازم؟ نمیبینی مگه اینجا دلم تنگه؟ نمیدونی مگه با قصه دم سازم؟ این چه وزنیه؟ من تو فعولم میفهمی؟ که من حالا وزنشو بهت بگم؟ آه همون وزنی که تو میگی. گوش کن، هرچند این قلم و کاغذ قاصرن از بیان احساس قلبی من، اما از زبان من هنگامی که تو را میبینند کاراترن. چرا که گوش میکنی؟ آره. چرا که آن هنگام مرا یارای سخن گفتن نیست، مجبورم این گونه خواست قلبی خود را به زیور جوهری روی کاغذ بیارم. زیور جوهری.
چی میخندی؟ یاد بخو به زیور جوهری روی کاغذ بیاره. یعنی چی؟ زیور جوهری چیکار کنم؟ ادبیه. یعنی مثلا به جوهر این زیوره که میارم. حالا گوش کن. تا تو را نگاهی سوی ما آید قلب من به شوقی گفتن این چی شد؟ قلب من به شوقی گفتن این جمله میتپد. اکنون خانم سرور با من بنده کمترین بهمن فرجام عاشق. اینا یه چیز خصوصی اینا اینطوری بود. خب چطور بود؟ سوژه را دستم. بابا سوژه رو ول کن دیگه، من دارم حرف میزنم. تقصیر خودم بود. بعد سرعتم آوردم پایین. تقصیر خودم. سوژه کدومه؟ تقصیر خودم. آقا حواست به من هست تو؟ خب چطور بود؟ افتضاح بود. بد بود. این مزخرفات چه نوشتی؟ زهر جیگر جیهر زهریان چه نوشتی؟ بد نوشتی آقا دیگه. هیچ رئال بنویس، ساده بنویس، راحت باشه، به دل بشینه. من نفهمیدم. خب اون بفهمه. بد بود. چرا تخریب می‌کنی آدمو؟ من روحیه‌ام الان خیلی ضعیفه. تخریبت نمی‌کنم آقا جون، علی خودت شاید من خود تون رفتم. بله حالا شانس آوردی تو، این نامه دسته اون نرسید. دو روز طول کشید نوشتمش. اون نوشتی بعد نوشتی داشتون بعد نوشتی. خیلی خب حالا تخریب میشه نمیشه باش بریم خونه. من نمیام. تو که داداشمی داری با من اینطوری برخورد میکنی. مامان که دیگه سرام میذاره زیر گیوتین. ببین الان به نظرم چون موضوع لو رفته تو قشنگ میتونی با مامان رو در رو صحبت کنی. اتفاق بدی نیست. چون تو قبلش اینجوری جرئت نداشتی باهاش صحبت کنی. من آدم محجوبی هستم مگه؟ من مثل تو خیرم. آقا جون من خیره. ولی تو ترسو. من رفتم خونه. آره من ترسو ام، جرئت هم ندارم. خدا نگهدار. خدافظی. فقط یه چیزی، آخر شب که همه خوابیدن یه اس ام اس به من بده که من اون موقع بیام بکنم. خب متن اس ام اس هم به این صورته که جوهر زیواری سری تشریف بیار خونه. خودم متن به این عالی، نامه به این خوبی، عالیش نمیشه آقا. همه چیش درسته دیگه. هر چقدر این قلب و کاغذ، قلم و کاغذ قاصرند از بیان احساس قلبی من و زبان من. تایپ یه نامه 200 کلمه‌ای چقدر طول میکشه؟ ای وای ببخشید من فراموش کردم تایپش کنم. مشغول انجام سفارش سمی خانم بودم. یه چی؟ مرکز آماده سازی بانوان برای باروری و وضع هم؟ نه منظورش درمان ناباروری در بانوانه. اون خانمایی که بارور نمیشن میرن توی مرکز بارور میشن. شما برای سیمین خانم دارین دنبال مرکز درمان ناباروری میگردی؟ بله دیگه. یعنی شما برای سیمین خانم دارین دنبال مرکز ناباروری میگردی؟ بله. من نه تنها تو ایران بلکه تحقیق کردم توی اروپا، اقیانوسیه، خاور دور و کشورهای عربی و ببند. کار من به جایی رسیده که خانم قدیم برای من دنبال مرکز درمان ناباروری بگرده. چه ایرادی داره؟ خصوصی ترین مشکل زندگی من و تو رو باید منشی یه شرکتی که 60 تا پرسنل داره، هر دقیقه با 10 نفر داره حرف میزنه، دربارش تحقیق کنه. مامان گفته به کسی نگه، تو هم نمیخواد دلت شور بزنه. سلام آذر جان. سلام. ببخشید این اون شماره که میخواستین خیلی هم خوبه، ولی اگه بازم نشد بگی من دنبال یه بهترش رو بگردم. ببخشید. شماره دکتر زنانه، یکی از آشناهاشونه، گفته دکتر خوبیه. هیچ کس نمیسته. سلام. حالتون خوبه خانم؟ این اینجا باشه. خیلی ممنون. در خصوص اون مشکلی هم که به وجود اومده من حلش میکنم براتون اگه اجازه بدین، چون آشناش هم داریم. چیکار کنم؟ خیلی ممنونم. در خدمت هستیم. در ممنون از پیگیریتون. کتاب از کشو در بیار، یه تفعلی به حافظ بزن. حتما خواجه حافظ میدونه، اونم فهمیده. آرش. سلام داداش. کی اومدی؟ یه 10 دقیقه میشه اومدم. فکراتو کردی؟ فکرامو که آره کردم. من دیشب که خونه خسرو اینا خوابیده بودم اصلا حالا من هم خورده خسرو، اصلا نمیدونم آدم بی هدف. من کجا اون کجا؟ میخوام عوض شم داداش، میخوام اصلا از نو شروع کنم. میری با بابا جون صحبت کنی من برگردم؟ یعنی به خاطر اینا میخوای برگردی؟ نه 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 خدا من پشیمونم داداش. مطمئنی؟ آره مطمئنم. باید خودتو ثابت کنی. چشم. بگش این چیه؟ شهریه ای که به باد دادی. پس گرفتیش؟ حقوقی که من گرفتم. حقوق خودته؟ دوتا شرط دارم برات. چه شرطی؟ یک
این که اینقدر تلاش کنی پولتو پس بگیری بیاری به من بدهی تو بدی؟ دوم، درست باید برات بشه اولویت، یعنی اول درس بعد فوتبال. چشم خوبه؟ آرش خواب دیگه. تبریک میگم، شما هیچ مشکلی ندارید. یعنی چی؟ یعنی شما بدون هیچ مشکلی میتونید بچه دار بشید. پس اون آزمایش های قبلی؟ اونا اشتباهی بودن، میتونید خودتون مقایسه کنید. این آزمایش شما هیچ ربطی به اون آزمایش قبلی نداره. یعنی میخواییم بگید معجزه شده؟ حالا یا معجزه یا آزمایشتون با کس دیگه اشتباه شده. آخه خانم دکتر، اسم من بالای اون برگه نوشته شده بود. شاید هم کسی آزمایش رو دستکاری کرده. پس من دیگه مشکلی برای بچه دار شدن ندارم. بله، شما بدون هیچ مشکلی میتونید بچه دار بشید. ولی نمیشیم خانم دکتر. نمیشید؟ مگه چند سال ازدواج کردید؟ 5 سال. شایدم لازم باشه شوهرتون آزمایش بده، شاید ایراد از ایشونه. تهیه کننده هر اگه به این نمشت. حالا چرا؟ داری میدیش بابا؟ بردنش یاد سبت ناب کن. نکنه درس خوندن رو مخواه بذاری کنار؟ بگی 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 دیگه. آشو آنه باش آجو، من زمان میخواستم خودمو پیدا کنم. الان به خاطر شما، بهادر، خسرو، گنجشکا و معلمونو، عادل فردوسی پورو. دارم در میزنم. دارم در میزنم. در میزنم. سلام. 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 بفرمی. منزل آقای سیار؟ بله بفرمی. از دفتر خانم مینا اسکندری مزاحمتون میشن. مشکلی پیش اومده؟ نه، مشکلی پیش نیومده. با آقای شهریار سیگار کار داشتم. دعوا کرده؟ نه، شهریار پسرم. شما قیمش هستین؟ قیه؟ من پدرشم. چیکارشون داری؟ اسم پسر شما توی وصیت‌نامه آقای قائم مقامی ذکر شده. ایشون باید فردا ساعت 4 بعد از ظهر برای باز کردن و قرائت وصیت‌نامه به دفترخونه بیاد. قرائت وصیت‌نامه؟ قائم مقامی؟ ما ایشونو نمی‌شناسن. حتما ایشون پسر شما رو می‌شناختن که براشون ارث گذاشتن. ارث؟ ارث گذاشتی؟ بله، ارث. ایشون بر پسر من ارث گذاشتن؟ بله. ایشون کی هستن؟ عرض کردم خدمتتون، آقای قائم مقامی. آقای چیز. خب این آقای قائم مقامی پسر من از کجا می‌شناسه؟ والله من چیز زیادی نمی‌دونم. این کارت وکیل آقای قائم مقامیه. ببینم من. خانم اسکندری. خانم اسکندری. شما اگه لطف کنی فردا ساعت 4 همراه پسرتون تشریف بیارین دفتر و از باز کردن وصیت‌نامه قطعاً ایشون توضیحات بیشتری بهتون میدن. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. خدافظ. خدافظ. قائم مقامی شهریار. این امکان نداره. بله، منم میدونستم امکان نداره که دختر من مریض باشه. میگم به این دکتری که رفتین اعتماد داره، این دکتر قلابی ها نباشه یه وقت. نه آخه، جواب آزمایش رو ببین، با دفعه قبل زمین تا آسمون فرق میکنه. جواب آزمایش هم ممکنه قلابی باشه. این آزمایشه یا آزمایش قبلی؟ نه نه، دکتر اردلان دکتر خیلی خوبیه. آذر یه ساله داره میره پیشش، میدونه. نه من به این مشکوکم. اتفاقا من خودم هم مشکوک بودم، ولی ببین
رفتم دوباره آزمایش دادم، دو تا دکتر دیگه هم رفتم. جواب همش یکی بود؟ آره. ببین مادر جان، شما میری دکتر آزمایش میدی به من نمیگی، نمیگی من شوهرتم، میخوام کنارت باشم. آقا منصور انگار خیلی هم خوشحال نشدی وقتی فهمیدی آذر مشکلی نداره. نه مادر، من خیلی خوشحالم، خدا رو 100 هزار مرتبه شکر که زنم سالمه. از این دکتر ناراحتم که یه سال عمر و پول و وقت ما رو هدر داد. زن مثل دست گل ما رو یه سال دارو به خوردش داد. هی بابا، تو که میگفتی بهترین دکتر ایرانه. من وکیلم، تخصصم یه چیز دیگه است، باید کجا بدونم بهترین دکتر ایران کیه. یه نامردی این شمارهشو به ما داد، رفیقم بود. بهش گفتم این مشکل برام پیش اومده، یه دکتر خوب به ما معرفی کن، شماره اینو داد. حسابشو میذارم کف دستش. آره. بیا مادر. حالا مده مادر، جیگرم تو آذر داره آتیش میگیره. مادر جون خودتو ناراحت نکن، حسابشو بذار کف دستش. من باید برم حضوری و مطب رو تعطیل کنم. تلفنی نمیشه، آروم نمیشم. عزیز من، چطور اون موقعی که میتونست این همه نسخه تلفنی برای آذر بپیچه میشد، حالا نمیشه؟ میگیری یا خودم بگیرم؟ خودم میگیرم. الو سلام خانم، من میخواستم با خانم دکتر اردلان صحبت کنم. کی تشریف میارن؟ من عاقلانم. بابا نیستش که. خیلی خوب موبایلش رو بگیر. آره. پدر اینو در میارم. خیلی میدونم باش چیکار کنم. الو خانم اردلان، من عاقلان هستم. به لطف شما، هم حال من خوبه هم حال همسرم. من یه سوال داشتم. سلامتی آدم ها بازیچه دست شماست؟ یه سال زن منو آوردین آوردین دارو به خوردش دادین، یه تارمو از سرش کم بشه که من دودمانتو به آتیش میکشم. خانم با من اینطوری با این ادبیات با من صحبت نکنید که. ببین خانم، من خودم حضورم میرسم خدمتتون، در اون دکتونم. گوش کن خانم، اصلا با این ادبیات با من صحبت نکن که حالم به هم میخوره، میندازمت زندان. ببین من خودم پیگر دیرم، مرد قانونم، میام دم اون دکه رو تعطیل میکنم. شما اون روی منو ندیدی، خواهیم دید. مادر ببخشید صدام رفت بالا. بابا من تا حالا این روی تو رو ندیده بودم. خودم هم نمیدونستم تا حالا اینطوری این رو دارم. بله بله، خسته نباشی. خیلی ممنون. میگم عجب املتی بزنیم، از هر انگوشتون هزار تا هنر میباره. خودت نکن. عجب. ولی من میگم که این املتش باید دست نزن، دست نزن. چه دست نزن، نزن اونجا، دستت کثیفه. نخور نخور یا بلشو بلشو، برو دست پاکه بشو، بلشو. نه برکت خدا رو نندازی دورا. الو ببخشید خانم اسکندری، کی برمیگردن؟ باشه چش خودش. سلام، ببخشید خانم دکتر اردلان؟ نه فکر کنم اشتباه گرفتم، ببخشید. دیدی علکی به این منصور بیچاره شک کردین؟ منصور برای هر کسی بازی در بیاره واسه فامیلش که دوز و کلک سوار نمیکنه که. دیدین وقتی فهمید این بچه دار میشیم چقدر خوشحال شد؟ مامان شما منصور رو نمیشناسی، من پشت نگاهش رو میشناسم. دیدین با دو تا جمله حال دکتره رو جا آورد. آذر جان من الان ریدیالش رو زدم، همون شماره ای که منصور گرفته بود. خب ولی دکتر اردلان نبود. یعنی چی ماما؟ شما مطمئنی؟ ببین آذر، آذر
شما اصلا نگران نباشید. من میام اونجا یه دعوای سوری رو میندازیم تموم میشه میره. فقط شما چند تا عذرخواهی بکنید که کار بالا نگیره. اونم من از خجالتتون در میارم. ساعتی باهاتون حساب میکنم. خدافظی نکردی؟ روزی 20 دفعه زنگ میزنه طفلی. آدم خنگیه، سوال داره ازم. نمیتونم هر دفعه سلام علیک کنم باهاش، خدافظی کنم. این کیه که روزی 20 دفعه با تو حرف میزنه بعد خدافظی هم نمیکنی؟ یکی از دوستاست، حالا یه کاری بهش سپردم، نمیدونه چیکار کنه. ای زنگ میزنه میگه چیکار کنم و اینا. تو چطوری؟ خوبی؟ باشو بریم. کجا؟ مطب دکتر قلابی. الان؟ آره. میترسم وقتی بهش زنگ زدی فهمیده باشه، فرار کرده باشه. نه، من بعید میدونم. بذار فردا میریم که با توپ پر برم بزنم. منصور، حاضر میشم میریم. واقعیتش اینه که خانم اسکندری، من میخوام بدونم این آقای قائم مقامی چه ربطی به پسر من داره. من هم چیزی نمیدونم. یعنی همکار شما اومده بود گفته بود که ایشون وصیت کرده ارث برای پسر من گذاشته. بله، من هم در همین حد میدونم آقای اسیر. فقط باید صبر بکنیم تا زمانی که وصیت‌نامه رو بخوایم باز کنیم تا ببینیم قضیه از چه قرار. ولی تا وقتی که من ندونم این آقای قائم مقامی کیه نمیتونم اجازه بدم پسر من توی مراسم شرکت کنه. ببینید، آقای قائم مقامی یه مرد 50 خورده سال اهل کاشان بودن. اونجا یه کارگاه قالی‌بافی داشتن و یه کارخونه فرش ماشینی. خیلی هم مرد خوب و مهربونی بودن. مشکلتون حل شد؟ نه، من گفتم من اصلا ایشونو نمیشناسم. شاید پسرتون ایشونو بشناسه. چطور ممکنه پسر کوچیک من تاجر فرش رو بشناسه و من نشناسم؟ متاسفانه من جواب هیچ کدوم از سوالای شما رو نمیدونم. مرحوم حدود 1 ماه قبل از مرگش وصیت‌نامه رو برای من فرستاد و یه آدرس پستی که مال شما بود. از من خواسته شده که زمان خوندن وصیت‌نامه پسر شما حتما باید حضور داشته باشه. خانم اسکندری، نمیشه در این پاکت رو باز کنین بخونین؟ اصلا همچین چیزی ممکن نیست. خودتون بخونین بعد نتیجهشو به من بگی. من نمیتونم این کارو بکنم. سر کوچیک من یه تاجر. آذر جان، شما چند لحظه منتظر باش، من الان میام. منصور میخوای منم بیام؟ نه عزیزم، خودم باشم صحبت میکنم. خانم 5 دقیقه بیشتر وقتشون نمیدم. فقط تو رو خدا سریع تر. بله حتما. خیلی ممنون. کار به نظام پزشکی میکشه، در این دکه رو من تخته میکنم. آقای عاقلان، خواهش میکنم خودتون رو کنترل کنین. من نمیتونم خودم رو کنترل کنم. اگه کار من به نظام پزشکی برسه، به نظام پزشکی هم برسه خانم، من در این دکه رو تخته میکنم. حالا میبینی. آقای عاقلان، خواهش میکنم اینطوری برخورد نکنین. آره اینجا میمندم. چی شد؟ بریم عزیزم، اصلا دو خونه بریم. بریم، دل جگرم میسوزه. یه سال تموم اصرار کردی که من برم پیش این دکتر. چرا؟ چرا نذاشتی پیش یه دکتر دیگه برم؟ اگه رفته بودم جای دیگه اینقدر هرس نمیخوردم. ببین مادر،
همونقدر که تو نگران زندگی اون هستی منم هستم، هر کاری میکنم به خاطر توه. گفتم این وسط تو نمیتونی بچه دار بشی؟ من بچه دار نمیشم. میتونی؟ ما بچه دار نمیشیم، بعدم باید بیای آزمایش بدی. برای چی؟ برای اینکه بچه دار نمیشیم و ایراد از منم نیست. بدبختم دیگه. چی؟ میگم من بدبختم. داد نزن ببینم چی میخوای بگی. اگه بدبخت نبودم که اینقدر بلا سرم نمیومد. ترسیدم بفهمی ازم جداشی. کیو بفهمم؟ واسه چی باید ازت جداشم؟ چرا نشی؟ حقته که بشی. دامادی که تو شرکت پدرزنش کار میکنه هیچی هم از خودش نداره. این مشکل براش پیش بیاد یه لکه ننگه. بهترین راه هم اینه که این لکه ننگو پاک کنی بندازی دور. دیگه داری واقعا دیوونم میکنی منصور. درست حرف زن ببینم چی میخوای بگی. من نمیتونم بچه دارشم. ایراد از منه. ترسیدم بهت بگم ایراد از منه، ازم جداشی. یعنی این دکتر اردلان؟ بله، دکتر اردلان دکتر نیست، قلدابیه، قبلا باهاشون هماهنگ کردن. همه این کارا رو به خاطر تو کردن. آره واسه خاطر من یک سال تموم بهم دروغ گفتی. واسه خاطر من گفتی که مریضم. مرگ اون مادرت قسمت میدم. اگه میفهمیدی ایراد از منه ازم جدا نمیشدی؟ نه نمیشدم. نمیشدی؟ نه، ولی حالا که فهمیدم اینقدر آدم پستی هستی ازت جدا میشم منصور خان. آره جدا میشم. چی پیش خودت فکر کردی ها؟ گفتی یه سال تموم قرص و دارو میخوره، فکر بچه از ذهنش میره بیرون. آره؟ نه خانم، گفتم درمونم تموم میشه، من دارم دوا درمون میکنم. گفتم قبل از اینکه تو بفهمی خوب میشم. همین. خیلی آدم بزدلی هستی، واقعا برات متاسفم انسو. من ترسیدم تو رو از دست بدم، ولی بزدل نیستم. اینطوری با من حرف بزن ها. دیگه از هیچی نترس، برای اینکه دیگه همه چی رو از دست دادی. آذر جان اسم منو به زبون نیار، خواهش میکنم. بعدم این بغل نگهدار، من میخوام پیاده شم. کجا میخوای بری؟ به تو هیچ ربطی نداره. خب من میرسونم دیگه. نگهدار میخوام پیاده شم. خوش نگه میدارم، دمه یه آژانس نگه میدارم، ولی بدون دوستت دارم. همه این بدبختی ها میخواد تو کشتی. آدو آراش، شریان، شیرین کجا این پر؟ اومدم بابا جون. چرا نمیان؟ خب من که داشتم میومدم، شهریارم یه ساعت تو اتاقشه. چیزی شده بابا جون؟ نه، برو من برم صداش کنم. چش. شهریان این چیه؟ شلوار آرشه نه؟ بله. چرا قیچیش کردی اینو تو؟ آخه میخواد برام تو فردان بپوشمش. فردان اگه کجا میخوای بری؟ میخوام برم دفتر وکیل دیگه. خب من خودت شلوار نداری قیچی میکردی اینم؟ آخه میخوام گوشت باشه، میلیه پا معلوم نشه. کارا چه میکنی؟ چی شده؟ نذاشتم حتی یه نفر ردمو بزن. کی با تو کار داره؟ حالا من احتیاط خودمو کردم. ولی آخه این ساعت شب موقع خونه اومدن نیست.
نکنه توقع داشتی وقتی بیام خونه که مامان سیمین بیداره؟ خب اگه مامان سیمین بیدار بود که الان تیکه تیکت کرده بود که. آخه چرا؟ من که کاری نکردم. مگه اینا خودشون دل ندارن؟ چرا خودشون دل دارن ولی آبرو ریزی نمی کنن؟ من هم آبرو ریزی نکردم. نه نه نه. بعد تازه چیزی من فکرامو کردم. آقا اصلا بهتر که فهمیدن. همین که هست. جدن؟ بله. اون وقت فردا رو چی کار میکنی؟ فردا. فردا من میام شرکت. یا خانم سرور جواب منو میده که هیچ. اگر جواب منو نداد دیگه پامو تو اون شرکت نمیذارم. دیگه پا تو اون شرکت نمیذاری؟ نمیذارم. فقط از یه چیزی میترسم. از این که این وسط مسطا یکی پیدا بشه که قدرشو بدونه. آخه کی پیدا میشه قدر اونا بدونه؟ وای وای دارم آتیش میگیرم. گرفتم گرفتم. آره کسی قطعا پیدا میشه قدر اونو بدونه. خب بگو یه لطف دیگه هم در حق من بکن. فردا که من میام شرکت یه کاری کن که مامان سیمین نفهمه. مطمئن باشه کاری میکنم که مامان نفهم. خب گفتم دیگه مطمئن باشه کاری میکنم که مامان نفهم. داداش یه خورده حال مال جا نیست. من استراحت میکنم. بابا جون نمیاییم بریم تو؟ امشب هوای خورده سرد شده. نگران شهریار نباشید، بچه عاقلیه. من امروز باش حرف زدم، بهش گفتم اگه بخواد این میلار زیر شلوار ببنده پاش زخم میشه. اونم قبول کرد. از وقتی که رو پاش را میره دارم میبینم که اون همیشه داره حسرت میکشه. دوست داره مثل بقیه بچه های همسن سال خودش رو پاش را بره، بازی کنه، بدوه. ما توقع داریم که اون عاقل باشه، همه چی رو قبول کنه. اون همیشه عدای ما رو در میره. دلش نمیخواد ما رو هرچی. از موقعی یادم میره بچه 8 ساله است. خودتون رو سرزنش نکنید آقا جون. اون بیوجدانی که باعث و بانی این کار بود و این تصادف بود باید خودش رو سرزنش کنه که فرار کرد گذاشت در رفت. بابا جون راستی خانمی زنگ زدن، خانم اسکندری، گفتم یه خورده بدتر زنگ بزنن. اسکندری؟ بله. کی آقا جون؟ بابا جون خب امروز رفتین دفترش چی گفت؟ هیچ. رفتن دفترش وکیل خودش هیچی نمیدونست. گفت اسم شهریار اومده تو وصیت‌نامه. همین. یعنی واسه شهریار ارث گذاشته؟ مثل اینکه. من که نمیفهمم این قائم مقامی کی بوده، چی میخواسته؟ من نمیدونم. فردا همه چی روشن میشه. شهریار رو میخواییم ببرین؟ آره. خب چرا اینقدر ناراحتید؟ منم میام. اونجا اصلا دادگاه مگه اینقدر شما داری خودت عذاب میدی؟ پدر جان فردا میخوام وصیت‌نامه رو بخونم. تمام کسایی که اسمش تو وصیت‌نامه اومده باید اونجا حضور داشته باشن با کارت شناسایی. ارثیه رو میخوام بخونن. رجس که نمیخوان بخونن. پس چی حالا اینقدر خودتون رو ناراحت میکنین؟ فردا میرین اونجا متوجه میشین قضیه چیه دیگه. ناراحت نکنین اینقدر خودتون رو. تا فردا دق میکنم. میگم چه شانسی آورده. اگه با آقا بهمن ازدواج کنه همه مشکلات مالیش هم حل میشه. شانس دارن مردم. میلیاردره. من اگه میدونستم این چجوری تونسته قاب بهمن خان رو بدوزه. چه ببین آخه اینقدر آدم قیافه داشته باشم دلش نمیسوزه اینقدر. داره نداره. ما چیمون از اون کمتره؟
سلام. سلام آقای هوشمند. سلام خانم سرو، بفرمایید. فرزندانم، شما رو وصیت میکنم به دوستی و برادری با یکدیگر، که در چشم به هم زدنی هر آنچه در این دنیا کاشته و برداشته اید بگذارید و چون من راهی دیار باقی شوید. آنچه توشه این راه سخت است، نه مال و منال، که روح سبکی است که از سنگینی بار این دنیا رهایی یافته و آزادانه شما را به دیار اعلی خواهد برد. من در نیمه راه خواندن کتاب زندگی هم. خانم اسکندری، لطف کنید سریع‌تر به سر قسمت حقوقی وصیت‌نامه. بله دیگه. شنیدن این نصیحت‌ها احتیاج به جلسه نداره. ما به اندازه کافی همه عمر از این حفاظت پدر مستفیض شدیم. همایون، احترام نگهدار. بله بله. هر آنچه از اموال من در دسترس است، شامل زمین، خانه، اموال منقول و غیر منقول، بدین ترتیب تقسیم می‌گردد. یک سوم کل پول‌ها رو به دست شهریار سیر برسونید. چی؟ بقیه‌اش رو طبق قانون بین دو فرزندم تقسیم یعنی می‌کنم. چی داره میگه؟ یعنی چی؟ مگه این بچه کی است که یک سوم ارث می‌بره؟ اجازه. این اجازه. یعنی بابا یه زن دیگه داشته؟ نه، تمام موقع از ما مخفی کرده بوده. حالا بعد مرگش موقع بفهم که آقای محترم، خودتون رو کنترل کنید. جلو بچه اینجوری حرف نزنید. پسر شماست؟ بله. دیگه پسر شماست، بچه‌ای از بابای من ارث می‌خواد. پدرتون همه اینا رو توضیح داده. خانم اسکندری، ما به خاطر اصرار شما اومدیم اینجا. خواهش می‌کنم ادامه بدید. میشه تا بیشتر از این آبروزی نشده این بازی رو تمومش کنی؟ کدوم بازی؟ بابا، نامه شما داره دست به دست تو شرکت میچرخه. عام و خاص خوندن، آبروی من رفت. شما میگی کدوم بازی؟ اون برای شما بازیه و برای من بسیار جدیه. بشینید. خوبه. 8 سال پیش یه روز صبح زمستون تو خیابون منوچهری با یه زن باردار تصادف کردم. رسوندمش بیمارستان، اما جرأت نکردم همراهش توی بیمارستان بمونم. فرار کردم. ولی تمام این 8 سال فکر و ذهنم پیش اون اتفاق موند. سراغ اون زن رفتم و پیداش کردم. بچهش به خاطر اون تصادف زود به دنیا آمده بود و یکی از باهاش عیب پیدا کرده بود. تمام این سالا خانواده اون زن رو از دور می دیدم. ولی هیچ وقت جرأت نکردم برم جلو و اعتراف کنم. تا اینکه 5 سال پیش اون زن بر اثر سرطان فوت کرد و تنها شاهد ماجرا هم از بین رفت. میدونم آدم بدبخت و ترسویی هستم، ولی همیشه عذاب اون تصادف و معصومیت اون نگاه پسر کوچولو رو با خودم دارم. میدونم واسه جبران خیلی دیر، اما دلم میخواد این پول یه کمی بار سنگین گناه روی دوشمو سبک کنه و باعث شه اون پسر دوست داشتنی و خانواده‌اش منو ببخشن. آقای سیار، کجا تشریف میبرید؟ من نه پولشو میخوام نه عذرخواهی شما. آقای سیار، خواهش میکنم. یه لحظه صبر کنید. تو کجا میری؟ تو کجا میری؟ خب شاید نمیخواد بابا تو ببخشه. ما که نباید کاسه دختر از آش باشیم که. همایون این داره چیکار میکنه؟ فقط یک سوم به خاطر یه تصادف؟ چیکار کنم من؟ به من بگید آیا به اون خواستگار با جرم 12 تاییتون جواب مثبت دادید؟ چه اهمیتی داره؟ یعنی چی چه اهمیتی داره؟ وگرنه من 83 بار این گوشی تلفن هی بر نمی‌داشتم بگیرم نگیرم بگیرم نگیرم. هنوز نه. آه، این خیلی خوبه. خب حالا سوال بعد، آیا
میتونید به جای اون به من فکر کنید؟ آقای فرجام. بهمن هستم. آقا بهمن، این کارا از سن و سال من گذشته ها. دقیقاً کدوم کارا؟ همین رمانتیک بازی ها. آقای مقدم شرعی. آقای مقدم کی؟ خواستگارمه دیگه. آه، اون 12 تایی رو میگی، اصلا مهم نیست. آقای مقدم شرعیتش با من جوره، زنش فوت کرده، میتونه موجبات آرامش من و بچه‌مو مهیا کنه. این چه حرفیه شما میزنی خانم؟ یعنی منم پاشم برم زن بگیرم، منتظر بشم زنم بمیره تا اون موقع واجد شرعیت بشم؟ نه، شما باید با کسی ازدواج کنی که شرایط و سنش باهاتون جوره. اوه، این حرفتون واقعا رو من تاثیر گذاشت. من واقعا از راهنماییتون خیلی ممنونم. ولی حالا خانم راهنما، میتونید به من بگید من چیکار کنم که با خود شما ازدواج کنم؟ چرا میخوای کاری کنی که 2 سال بعد پشیمونشی؟ چون احمقم. به خودم مربوطه. اصلا شما از کجا میدونی که من 2 سال دیگه پشیمون میشم؟ میدونم. من به شما امضا میدم، انگشت میذارم که 2 سال دیگه پشیمون نشم. خانواده تو چی کار میکنه؟ اون آقای مقدم خانواده‌اشو چی کار میکنه؟ من همون کارو میکنم. بابا، اون که یه مادر سالار مثل سیمین و یه پدر پولدار مثل آقا سعید نداره که. اینم تقصیرش با منه؟ تو به اونا چی کار داری؟ تو جواب منو بده. اصلا من به اونا نگفتم. ده همین دیگه، هنوز به اونا نگفتی اومدی پیشنهاد ازدواج به من میدی، برای که خودت هم میدونی اونا مخالفن. نه نه، این معنیش اصلا این نیست. معنیش اینه که اصلا شما به منش چی کار داری؟ آقای فرجام. بهمن هستم. آقای بهمن، شما یه آدم مجردی از یه خانواده پولدار. منم یه زن بیوه ام با یه بچه. خوشبختم. آقای فرجام، اگه من بیام زنت بشم همه میگن به خاطر پولت اومدم. غلط میکنن. میکنن. من ازدواج اولم هم همین جوری بوده. الان دیگه اعصاب ندارم. آرامش و خوشبختی میخوام. حوصله این خاله زنک بازی ها رو ندارم. من دارم. یعنی من آمادگی مهیا کردن آرامش و خوشبختی رو برای شما دارم. با اون خانواده‌ای که دارید نمیشه. من راضیشون میکنم. نمیتونی. میتونم. نمیتونی. میتونم. آقا بهمن گوش کن، شاید من اونطورام که باید آقای مقدم رو دوست ندارم. این جمله رو یه بار دیگه تکرار کنی. شاید اونطورام که باید آقای مقدم رو دوست ندارم. حداقلش اینه میدونم آرامش نسبی رو برای من و بچه‌ام فراهم میکنم. شاید اونقدایی که شما فکر میکنین آقای مقدم رو دوست داشت، یعنی از آقای مقدم رو دوست نداره، من رو دوست داره. ولی بمیرم من، خدا محجوبه، نمیتونه بگه که از این دختر خارجی ها نیست که میگه I love you, I miss you, خفه شو. دختر ایرانی محجوبه، میگه مثلا در لفافه میگه اونو مثلا دوست ندارم، یعنی تو رو دوست دارم. بری کلا. شما چرا خودتون ناراحت میکنین بابا؟ اونا که چیزی نگفتن، فقط میخواستن بعد از یوم عذاب واجان با پول همه چی رو جبران کنن. جبران میشه؟ معلومه که نمیشه، ولی نشون میده که عذاب میکشیدن. چرا اون موقع که تصادف کرده به فکر وجدانش نرفتن؟ اون اشتباه کرده، اصلا همه آدم ها اشتباه میکنن. حداقل پای اشتباهشون وایسیدن. بله، اون بیواجان گذاشت در رفت، حالا بعد 8 سال برگشته میگه ببخشید. من که واقعا نمیتونم ببخشم، نمیتونم ببخشم. یالا شلوغ بازی در میاره. حالا همین که فهمیده اشتباه کرده میخواد جبران کنه، خوبه دیگه. خوبه؟ بد نیست. بد نیست؟ افتضاحه. این همه سال کجا بوده؟ با راهیه تصرف کرده، اشتباه کرده، فرار کرده، اشتباه کرده، این همه سال به روی خودش نیورده، اشتباه کرده، این همه اشتباه رو حالا میخواد با پول بخره. درسته؟ نه نه پدرجان، اون دیگه مرده، دیگه نمیتونه چیزی بخره نه بفروشه. شما مگه خودت عصبی نکن، به اینم که ربطی نداره سرش درد میزنی و اعصابتون مسلط بشین. به این چه ربطی داره؟ بله. سلام خانم اسکندری، خوب هستین؟ قربان. به چند لحظه گوشی خواهش میکنم. ببین حرف آقا پس صحبت کنید، 2 سال گیرمون بیاد دیگه. الو خانم اسکندری سلام، ببینید وضعیت روحی پدرم نامساعده، اگه امکان داره این قرار رو برای یه چند روز دیگه فیکس کنه. خیلی ممنون. آقا جون ناراحت نباش، آقا جون من میبخشمش. چرا؟ چون موقعی که تصادف کرد تقصیر خودش نبود، شاید خدا خواست که من پام اینطوری باشه. در ضمن موقعی هم که تو دفتر عکسش دیدم شناختمش. از کجا شناختیش؟ آره یادته یه روزی بهت میگفتم یه نفر بعضی موقع از مدرسه منو میرسونه اینجا. آره این همون بود، خیلی هم مهربون بود. یا
فیلم بازی میکنه، اون که خودشو با ما درگیر نمیکنه، بهمنو شیر میکنه، میندازه سر جون ما. نه بابا با قدیم حرف زدم، گفت یه مردی از 24 بار اومده خواستگاریش. چند بار؟ 24. چرت و پرت میگی بابا، 12 بار. تو خجالت نمیکشی فالگوش وایسادی؟ ببخشید من که اینجا گرفتم خوابیدم. اتفاقا شما هستین که دارین کار زشتی میکنین، راجع به زندگی خصوصی من حرف میزنین. بهمن درست صحبت کن. باشه. خیلی مؤدبانه عرض میکنم. خواهر مهربانم، مادر عزیزتر از جانم، برخلاف نتایج تحقیقات ایشون اتفاقا نازنین بسیار هم به من علاقه داره و اگه دخالتهای بی جای ایشون نباشه اتفاقا من از کاری که کردم بسیار مطمئنم و تا آخرش هم پاش وایسادم. اگه تو رو دوست داری چرا به خواستگارش جواب مثبت میده ها؟ میترسه. میترسه از آدمای اینطوری که بخوان حرف در بیارن راجبش که اون به خاطر پول خانواده با من ازدواج کرده. خب مگه همینطور نیست؟ نه مادر جان، من شما خانواده شوهرشو نمیشناسی. بهمن ساکت باش. میلیاردها حاضرم بهش پول بدن تا نوه‌شونو بگیرن، ولی بمیرم. بهمن بمیرم، اون میخواد رو پای خودش وایسه و نمیخواد زیر بار پول بره. خب پس معلومه باها درد دلم کرده، نکنه خواب همین حرفاش شدی. نه مادر جان، من خامش نشدم، بلکه عاشقش شدم. وای این دختره پاک عقلشو برده. مگه نگفتی همه چی خوبه هیچی جدی نیست؟ چرا گفتم؟ خب پس این که وایساده تو روی من میگه عاشقش شده. الهی من قربونتون برم، شما اصلا هرس نخوری، من خودم درستش میکنم. چی چیو هرس نخورم؟ بهمن میکشمت. مامان سعید، معلوم هست تو داری چی کار میکنی؟ والا تا الان که داشتم آپورتغال میخوردم و سریال تماشا میکردم. الان که شما اید اینجا بایستادی، آپورتغال میتونم بخورم، اما سریال دیگه نمیتونم ببینم. همون دیگه، انقدر آپورتغال خوردی و این سریال ها رو دیدی که زندگی دینه سریال های تلویزیونی شده. حالا چی شده مگه؟ هیچی، هیچی، فقط پسرت میخواد زن بگیره. خب بگیره، جزام که نمیخواد بگیره، مار زهری هم نمیخواد بگیره، میخواد زن بگیره. خب بگیره. خب آخه این زنی که میخواد بگیره از صد تا مار زهری نیشش چیستره؟ اون بدبخت بیچاره مظلوم کجا نیش داره آخه؟ زیر همون ظاهر مظلومش دیگه. اه تو رو هم گول زد. سیمه خانم، این سریال قسمت آخرش. امرو در مورد حسن، تقی، نازنین، بهمن، خودم تو میشه حرف نزنی؟ خب بعدن وقتی نیششون زد دیگه چه فایده داره؟ بهمن آدم عاقلیه، نگران نباش. بهمن اگه عقلشو ندزدیده بودن بله، تقصیر خودمه دیگه. اگه همون روز اول دلم به حال این دختره نمیسوخ اخراجش میکردم، الان اینجوری برای بچه ما فیس فیس نمیکرد. فیس فیس؟ صدای همون مارست دیگه. آها فیس فیس. مسخره میکنی؟ نه بابا چیکارت دارم. خب تو این روزگار دیگه نمیشه به هیچ کی اعتماد کرد. ببین چجوری جواب خوبی آدمو میدن. کدوم خوبی خانم؟ اون دفعه هم که بهادر نذاش اخراج بشه که، شما همتون دست به دست هم داده بودین کمر به قتل بدبخت بسته بودین که. حق داشتم دیگه. ببین یه زن بیوه چجوری نشسته زیر پای پسر من از راه بدرش کرده. فکر کنم سر همون قضیه است اینجوری کینه به دل گرفته الان داره تلافیشو در میاره. از فردا باید اخراجش کنی. با قرار بود شما مسائل فامیلی رو وارد مسائل کاری نکنید دیگه خانم سیمی. بله، به شرط اینکه مسائل کاری شما وارد زندگی شخصی من نشه. الان کارمند شما نازنین خانم وارد زندگی شخصی پسر من شده، اون وقت میخوای من وارد مسائل کاری شما ها نشم؟ خب پای زندگی پسر من میونه دیگه. خب اگه پای زندگی پسرتون وسطه، بشینید با پسرتون صحبت کن. چیکار با اون بدبخت دارین که میخواین اخراجش کنین؟ مگه تقصیر اونه؟ بهمن عاشق نازنین شده، نه نازنین عاشق بهمن. مسکی شما همچینم بدت نمیاد که دختر بیاد زر پسر من بشه. حالا انگی اگه چیزی داری بچس مست رو پیشونی ما خوبه؟ حالا یه نفرم که سالمی اینجوری باش حرف بزن. سعید جان خیلی هم مطمئن نباش که سالمی. لا 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 لا، بذاریم این سریالمون رو ببینیم قسمت آخرش. نه بخشیده؟ بله. خوش اومدین. خیلی خوش اومدین ها. ممنونم. عجب. کی بخشیده؟ آرش. 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 سرد نشه چایتون. دست شما درد نکنه. درد برو. سرد نشه. برو. بله بخشیده. این پسر من شهریار
هیچ دلخوری از آقای قایم مقامی نداره. شما چطور؟ منم همینطور. این اتفاق ممکن بود بر هر آدمی بیفته. این درست نیست. مسئولیت بندازین گردن یه نفر. حق با شماست. اگر که موافق هستین یه روزی مشخص کنیم برای انتقال سهم ارث شهریار شما تشریف بیارین دفتر من. نه. نه؟ من هیچ پولی رو از طرف ایشون قبول نمی‌کنم. چرا؟ خب این پول ارثه، حق بچه های مرحومه. من چنین پولی رو وارد زندگیم نمی‌کنم. نه. ببینین آقای قائم مقامی این وصیت رو کردن و راضی بودن که این پول به دست شهریار برسه. باشه، ولی من هیچ دلیلی نمی‌بینم. چایتون بخوری. والا چی بگم؟ اگر که مشکل شما بچه های اون مرحوم هستن، من میتونم باهاشون صحبت کنم و راضیشون کنم. نه. زحمت کشیدیم، ببخشید. خوش اومدیم، سلام شما. بازم بازم خیلی ممنون. قربان شما، خدا نگهدار. 400 هزار تومان گرفت که این 400 ورق رو به ما بده دیگه. ماما خسیس شدی ها. حالا یادتون مون کدوم اومد بریم بهمن بخوره؟ چه میدونم، گفتش که اینو بزنیم تو آب، این یکی رو 12 بار بخونیم، فوت کنیم، بدیم بخوره. ماما یه نفس باید بره بالا. من بهمن از کجا گیر بیارم که یه نفس اینو بدم بخوره؟ خب فردای از راه دورم داشت، حالا قیمتش خیلی بالا بود. نه خیلی لازم نکرده. خودم میدونم چیکار کنم که اینا رو بخورم. چیکار؟ دایی هوشنگ. الو. جونم سیمین جان. نه عزیز من، شما اونو بسپرش به من. اصلا کاریت نباشه قربونت برم. من تخصصم تو خوروندن هر چیز غیر خوراکی به افراد مختلفه. آره گوشی یه لحظه. سیمین جان گوشی. الو. سلام آقای نامدار. من شرمنده، یه لحظه گوشی دستتون باشه، ببخشید. سیمین جان، خیالت راحت باشه، بسپرش به من کارمو بلدم عزیزم، برو خیالت راحت، برو. سلام آقای نامدار، حالت چطوره؟ یاد ما کردی؟ سلام دایی جان. سلام بهمن جان، چطوری؟ خوبی؟ مامان چطوره؟ خوبه؟ ببینم خواهرت کجاست؟ خواهر کی دایی؟ آذر. قرار بود یه چیزایی رو برای من بیاره که من نورو به خورده تو بدم. دست شما درد نکنه دایی، شما خیلی راز نگه دار هستی. دست شما خسته نباشید. من منصورم. اه منصور؟ من. پس آذر کجاست؟ آذر. سلام دایی جان. سلام آقا. اوردی اونا رو؟ بله بله. نه خیالت راحت باشه. خیلی ممنون. آذر جان. چی میخوای منصور؟ ببخش. میبخشی؟ ببخش دیگه. مگه کار دیگه ای هم میتونم بکنم؟ شما خیلی خانومی. من این کادو رو جهت ابراز ندامت خدمت شما تقدیم میکنم با احترام و عشق. خیلی ممنون منصور، ولی جای کادو گرفتن قول بده بهم دیگه دروغ نگی. نه قول میدم 100%. اینو بپذیر از من، خواهش میکنم. بنده نوازی میکنی، ذره پروری میکنی، بزرگواری میکنی. خیلی محبت کردی، بفهمید، خواهش میکنم. لوس نشه. من تعقیب میکنی دو کلام میخوام باهات حرف حساب بزنم. برو سوار شو. برو. بفرمایید، من در خدمت شما. ببین بهمن جان، تو الان جوونی، باید بدونی که هیچ چیزی با هم دیگه فرق نمیکنه. تو الان فقط سر داغه و تنت باد داره. نه دایی جان، تنم داغه، سرم باد داره. همون دیگه. وقتی به سن من برسی میفهمی که زندگی ارزش این همه دعوا و مرافع رو نداره. همین نازنین خانوم سرور، سال اولش که برات انقدر عزیزه، سال بعد فقط زنته. میفهمی چی میگم؟ نه نمیفهمم.
خب بفهم دیگه من دارم چی میگم. خب دارم سعی میکنم ولی نمیفهم شما چی میگی. الان فکر میکنی با نازنین خانم ازدواج نکنی میمیری؟ بله. به سن من که برسی میفهمی که هیچ فرقی نمیکنه که با کی ازدواج میکنی. این حرف من نیست، حرف فلاسفیونه. فلاسفه؟ همون دیگه. ببین بعد یه مدتی همه آدم ها شبیه هم دیگه میشن. نازنین سرور با نازنین اعتمادی هر دوشون یکی هن. بابا جان بیا با همین نازنین اعتمادی که مادرت قبولش داره ازدواج کن، کل قضیه رو بکن. آخه دایی جان مگه میشه نازنین اعتمادی با نازنین سرور فرق نکنه؟ اینا حداقل لحاظ وزنی با هم فرق میکنه. آقا شما چی؟ بهمن جان به حرف من اعتماد کن. زن تو دنیا زیاده، مادری که کمه. بله مادر آدم هم مهمه ولی زندگی آینده آدم هم مهمه. عجب آدم زبون نفهمی هستی تو. بابا بیا با همین نازنین اعتمادی ازدواج کن، کارو تموم کن، قال قضیه رو بکن دیگه. آخه دایی جان این نازنین اعتمادی که شما میگین اصلا نه تنها من ازش خوشم نمیاد بلکه بعدم هم میاد. آقا جان علاقه خودش به وجود میاد. حالا اومدیم و به وجود نیومد شما زامن میشی؟ آقا مگه چکه که شما زامن میخوای؟ چکه تو زندگی صد تاش میاد و میره. این عشقه که یه باره میرسه و اگه رو هوا قاپش نزنی میره دیگه بر نمیگرده. برو بیرون، برو بیرون. برای چی؟ برو بیرون. باش وایسا وایسا. پس الان زنگ میزنیم به این شرکت دوستتون که من وایس. برم اونجا. اینو بخور. این چیه؟ این آبه. تو الان تشنه. من تشنه هم نیستم. بخور اینو میگم. آقا جون بخور اینو بخور. تشنه هم نبود اصلا. چرا؟ خب حالا برو. ای بابا خواهی ندارین دیگه؟ برو به سلام. خدا حافظ. نمیفهمی من چی میگم. طرف زده در رفته باید خسارت بده آقا جون. بعد از 8 سال. بعد از 8 سال گرفتنش که بهتر از نگرفتنش که. اصلا ما این پولو واسه چی می‌خوایم بگیریم؟ واسه درمان شهریار. بله دیگه. باباشون زده پای شهریار ناقص کرد. حالا باید وایس پولشو بده. من نمی‌خوام. نمی‌خوام با پولی که هزار تا داستان پشت سرشه. معلومه از کجا اومده؟ چند تا چش دنبالشه. من نمی‌خوام با اون پول پای بچه‌مو عمل کنم. من خودم پول جور می‌کنم. دارید لج می‌کنید. بله دیگه. پای حقوق ما که میاد وسط آقا جون بامبول در میاره. اون قضیه شرکت، اونم قضیه اینجا. میدونی واسه چی؟ واسه اینکه نمیخوام پول مورددار وارد زندگی شما شه. پول مورددار چی آقا جون؟ پول پوله دیگه، نیاد خوبه. شما با کدوم پول میخوام ببری درمون کنی شهریارو؟ رهام گفت اونجا دکترای خیلی خوبی واسه این عمل هست. بفرما. میدونی خرج همین چقده آقا جون؟ پول دیه میخوام بگیریم. پول صدقه نمیخوام بگیریم، پول دیه میخوام بگیریم. نه من دلیل کارتون رو نمیفهمم. از خود گذشتگی دیگه آقا جون، از خود گذشتگی. نه مشکل میدونی چیه؟ شما بچه های منی ولی من نمیفهمی. بابا چون